سلام، به کلاس نقاشی مادر خوش آمدید. امروز میخواییم در مورد نامه ها صحبت کنیم. آیا قبلا نامه ای نوشته اید یا نامه ای از شخصی دریافت کرده اید؟ ما معمولا در روز تولد افراد نامه می نویسیم. هنگام نوشتن نامه به چه چیزی فکر می کنید؟ معمولا ما در مورد شخصی که قرار است نامه را دریافت کند فکر می کنیم. ما نامه می نویسیم تا تولد کسی را تبریک بگوییم، از او تشکر کنیم، با او دلداری دهیم یا عذرخواهی کنیم. تا به حال برای چه کسی نامه نوشته اید؟ و از چه کسی نامه دریافت کرده اید؟ وقتی نامه می نوشتید یا دریافت می کردید چه احساسی داشتید؟ اما اگر نامه نویس و دریافت کننده نامه یک نفر باشد چی؟ بنابراین شما برای خود نامه می نویسید. اکثر مردم تجربه زیادی در نوشتن نامه برای خود ندارند. بنابراین امروز روزی خاصی است. امروز برای خودت نامه می نویسی، نه برای کسی دیگری. قبلا نامه می نوشتید و به افرادی که نامه را دریافت می کردند فکر می کردید. اما امروز فقط به خودتان فکر کنید، زیرا شما گیرنده نامه هستید. فکر نکنید سخت است. آن را طور بنویسید که انگار دارید آن را برای شخص دیگری بنویسید. هنوز نمیدانید چگونه چنین نامه‌ای بنویسید؟ پس من نامه‌ای که به خودم نوشتم میخوانم. میتوانید به نامه من رجوع کنید، اما لطفاً در نظر داشته باشید که این داستان شخصی من است. در حین گوش دادن به آن، به این فکر کنید که چگونه میخواهید مطالبی مربوط به خودتان را بنویسید. تقدیم به تنها دانبی در جهان. سلام دانبی، حالت خوبه؟ به نظر می رسد که فقط چند روز از رفتنت به ترکیه می گذرد. اما یک سال گذشته، زمان خیلی سری می گذرد. به هر حال، من شنیدم که باید هر 3 ماه یک بار برای تمدید اقامت باید مهر ورود و خروج بزنی. رد شدن از کشورها با چمدان باید دشوار باشد، اما تو فوق‌العاده هستی. اینکه چطور این مسائل را مدیریت می کنی؟ وقتی از تو پرسیدم که آیا روزهای سختی را سپری میکنی، گفتی تا زمانی که بتوانی مردم افغانستان را ملاقات کنی حالت خوب است. تو به من گفتی که از ملاقات با افغانها چقدر خوشحال شدی. چطور شد که خیلی آنها را دوست داشتی؟ وقتی گفتی احساس کردی خدا چقدر مردم افغانستان را دوست داره، بسیار متاثر شدم. امیدوارم هر افغانی را که ملاقات میکنی احساس کنه که خداوند آنها را با عشق بی‌پایان و تغییرناپذیر دوست دارد. من از صمیم قلب دعا میکنم تا این اتفاق بیفته. اگر خدا را نمیدیدی چطور بودیم؟ احتمالاً حالا با مردم افغانستان ملاقات نمیکردی، درسته؟ آیا اگر خدا را نمیشناختی تا به حال میتوانستی از تاریکی عمیق خارج شوی؟ تصورش هم وحشتناک، دردناک و ترسناک است، درسته؟ من که از کودکی با تو بودم خوب میدانم که چقدر از تاریکی میترسی. یک بار از من پرسیدی چی می شود اگر یک زندگی به درد سر و بدون هیچ نگرانی و مشکلاتی داشته باشیم. من در آن زمان پاسخ دادم که نمی دانم. اما بعد از آن به این سوال فکر کردم و فکر می کنم حالا می توانم به این سوال متفاوت پاسخ دهم. اگر درد نبود زندگی ممکن بود آسان تر باشه. اما من به این اندازه بالغ نمی شدم، چون در تاریکی عمیق بودم. توانستم نور را پیدا کنم و به سمت آن حرکت کنم. دوران درد و رنج بسیار سخت بود، اما در آن امیدی بهشتی را دیدم که در دنیا یافت نمی شود و آرامشی بهشتی را تجربه کردم که این عالم دنیاوی نمی توانست به من بدهد. نظرتون چیست؟ درست گفتم؟ من می خواهم براتون بگویم که تو کار بزرگی انجام دادی، که این لحظاتی سخت گذراندی، کار بسیار بزرگی انجام دادی. ممنونم که نمردی و زمانی که احساس کردی ارزش زندگی کردن را نداری یا وقتی میل به مرگ داشتی به زندگی ادامه دادی. من میخواهم تو را همانطور که تا به حال دیدم ببینم. امیدوارم در آینده شادتر زندگی کنی. و از آنجایی که ما در تاریکی بودیم میدانیم که چقدر ترسناک و دشوار است. خوشبختانه ما به نور آمدیم، اما هر کسی نور را نخواهد دید. هنوز افرادی زیادی در این دنیا هستند که از ترس در تاریکی میلرزند. وقتی به آنها نگاه میکنم غریبه به نظر نمیرسند. بنابراین نمیتوانم به دور نگاه کنم و وانمود کنم که آنها را نمیبینم. مثلا اگر کسی مرا از مرگ نجات بده، آن لطف آنقدر زیاد هست که من میخواهم کسی را هم از مرگ نجات بدهم، اگرچه در واقع بدن جسمانی ما هرگز نزدیک به مرگ نبوده. اما روح ما در شرف مردن است. از آنجایی که ما نجات از مرگ به زندگی را تجربه کردیم، وقتی آدم ها را میبینم که بدون اطلاع از نور در تاریکی رنج میبرند، دوست دارم به آنها نزدیک شوم. البته فکر نمی کنم که ما بتوانیم کمکی زیادی بکنیم. نه، ممکن است که اصلا این کمکی نباشه. شاید بهتر باشه که با آنها بمانی و همسایه و دوستانی نزدیک آنها باشی تا اینکه سعی کنی با آنها کمک کنی. این آرزوی من است که با مردمی باشم که خدا اجازه داده همسایه نزدیک باشیم و در کنار آنها هم شاد و هم غمگین باشیم و عشق خدا را که هر روز تازگی داره تجربه کنیم.
و همه همسایگان را با آن عشق دوست داشته باشیم، همانطور که خودم را دوست دارم. بیا این را برای همیشه امید خودمان قرار بدیم، زیرا این از هر ثروت، افتخاری و موفقیتی ارزشمندتر است. دان بی، ای آفریده شده به صورت خدا، تو همیشه موجودی گرانبها و دوست داشتنی هستی. کجا به دنیا آمدی؟ کجا زندگی میکنی؟ پدر و مادر یا خواهر و برادر داری؟ چقدر پول داری؟ چه سابقه تحصیلی داری؟ چه صلاحیت ها و مهارت هایی داری؟ هیچ کدوم از اینها مهم نیستند. با صرف نظر کردن از اینها، وجودی تو به تنهایی ارزش زیادی داره. من صمیمانه امیدوارم و دعا میکنم که نه تنها تو، بلکه همه همسایه هایی که ملاقات میکنی متوجه این موضوع شده و بدانند. همیشه از تو ممنونم و دوستت دارم و من تو را تا ابد گرامی خواهم داشت و دوست خواهم داشت. از طرف دانبی. پس این نامه‌ای بود که به خودم نوشتم. با یادآوری گذاشتم آن را یادداشت کردم. کلماتی نوشتم که در آن زمان به من دلگرمی و دلداری داد و همچنین امیدهایم را برای آینده نوشتم. شما مجبور نیستید همان چیزهایی را که من نوشتم بنویسید. از آنجایی که همه ما زندگی‌های متفاوتی داریم و شما خودتان را بهتر می‌شناسید، خوب است که نامه بنویسید و در عین حال صادقانه با زندگی خود روبرو شوید. می‌توانید در مورد زندگی روزمره بی اهمیت یا در مورد برخی از نگرانی‌هایی که این روزها دارید بنویسید. با خیال راحت هر چیزی را بنویسید، اما با صداقت. برای شما خوب است که کلماتی را بنویسید که باعث دلگرمی و آرامش شما و امیدهای آینده شما می‌شود. اکنون مراحل فعالیت را توضیح می‌دهم. ابتدا یک پاکت نامه و یک کاغذ نامه درست کنید. یک کاغذ در اندازه A4 با رنگی که دوست دارید انتخاب کنید. در یک ویدیو نحوه ساخت آن را به شما نشان خواهم داد. وقتی ویدیو را تماشا میکنید، در بین آن مکس کنید تا مال خودتان را بسازید.
وقتی ساختی پاکت نامه و کاغذ نامه تمام شد، نامه را بنویسید. زمان مورد نیاز برای نوشتن نامه برای هر کسی متفاوت است. بنابراین نیازی نیست برای دنبال کردن سرعت شخص دیگری عجله کنید. در حین نوشتن آن با دقت به آن فکر کنید و اگر نوشتن آن را در طول زمان فعالیت تمام نکرده اید، می توانید به خانه بروید و آن را تمام کنید. اگر قادر به نوشتن نیستید، می توانید به آن چی می خواهید بنویسید فکر کنید و صدای خود را ضبط کنید. سپس با کمک معلم، خانواده یا دوستان نامه را بنویسید. شما مجبور نیستید آن را در طول کلاس بنویسید، بنابراین تحت فشار نباشید. اگر نوشتن نامه را تمام کردید، نامه را داخل پاکت قرار دهید، آن را روی کاغذ بچسبانید. سپس پاکت و کاغذ را با سلیقه خود تزیین کنید. شما می توانید یک تصویر، یک الگو یا یک هنر انتزاعی یعنی تخیلی بکشید. یا می توانید مقداری کاغذ رنگی بچسبانید یا چیزی بنویسید. همه اینها خوب هستند. پس با خیال راحت آن را هر طور که دوست دارید تزیین کنید. تصور کنید که این نامه را برای کسی که خیلی دوستش دارید ارسال می کنید. یا به عنوان نامه ای که از کسی که خیلی دوستش دارید دریافت کرده اید. آن را به عنوان نامه ای با ارزشترین فرد جهان یا از با ارزشترین فرد جهان در نظر بگیرید و آن را با عشق بنویسید و تزیین کنید. تصور کنید که این نامه را برای کسی که خیلی دوستش دارید ارسال می کنید. یا به عنوان نامه ای که از کسی که خیلی دوستش دارید دریافت کرده اید. آن را به عنوان نامه ای با ارزشترین فرد جهان یا از با ارزشترین فرد جهان در نظر بگیرید و آن را با عشق بنویسید و تزیین کنید. و کسانی که تمایلی به نوشتن نامه در کلاس ندارند می توانند ابتدا پاکت و کاغذ را تزیین کنند. من بسیار کنجکاو هستم که ببینم نامه های شما چگونه به نظر می رسد. و خصوص آنچه در داخل آنها خواهید نوشت. امیدوارم زمانی باشد که عمیقا با خودتان روبرو شوید، خودتان را گرامی بدارید و دوست داشته باشید. در نهایت کمی وقت بگذارید آزادانه آنچه را که در طول کلاس احساس کرده اید به اشتراک بگذارید. با طور خاص به اشتراک بگذارید که در هنگام نوشتن نامه برای خود چه افکاری داشتید، چه احساساتی داشتید و آیا احساسات یا تغییرات جدیدی در شما وجود داشته یا خیر. کسانی از شما که نتوانستند نامه را تمام کنند می توانند آنچه را که می خواهند در نامه بنویسند در طول هفته به اشتراک بگذارند. این هم از کلاس امروز. از علاقه و توجه شما متشکرم.